چه عجب اومدی؟ ببخشید یه مقدار دیر شد. ساعت چنده تو؟ به خدا من از شما بیشتر عجله دارم، شاید باورتون نشه. الان دو تا چکه، یکیش که نقده، یکی دیگه شم 50 تومنه برای آخر هفته. میمونه یه 350 تومن که من ایشالا. چک چیه؟ برای چی چک؟ بابا شما چرا حالیتون نیست؟ من میگم قرض بالا آوردم، بدهی دارم. غریبا آشنا صبح تا شب دارن بهم دریوری میگن، فوشم میدن. من توضیح میدم براتون. شما آروم باشید. پیر من چه گناهی کرده؟ بابا مالش خوب نیست. چکای اونو باید پاس کنم من. شما برای چی بازم به من چک؟ ببین چک چک. من اینا رو میخوام چیکار کنم؟ ها؟ چرا به من چک میدی بازم تو؟ درست میگی. خب منم اومدم اینجا حلش کنم. جمع کنی سیاه‌بازیاتو دیگه. بابا من خودم ختم این کارام. تو چرا فکر میکنی چون زنی میتونی منو خامم کنی آخه؟ برای چی؟ چی چه حرفی شما میزنی؟ یعنی یه زن مثل تو میفته جلو هزار تا مرد نامرد اینجوری پشتش قایم میشن. من اومدم اینجا حلش کنم دیگه. شما میخوای آبروریزی رو بندازی؟ امیر جان یه بار دیگه صدا تو واسه خانم بلند کنی چشم رو قاضی و قانون و دادگاه همه چیز می‌بندم تا تشم هستم. امیر جان یه لحظه ایزه بدین. 150 تومنم بهت نمیدم، خودت برو جواب طلب کارات رو بده. بنو بابا تو به من میگی عصبانی نشو، خودت بدتر میکنی. من اصلا عصبانی نیستم، با آرامش باش حرف زدم. نیما گرفتاره، گیره، اینطوری بدتر میشه. خیلی خوب، طلب داره طلبش بهش میدیم، ولی باید یاد بگیر سری خانم نمواد داد بزن. خیلی خوب، منم گرفتارم، مشکل دارم، اعصاب ندارم. حالا یه چیزی گفتم. حالا شد. شما رضایت نامه رو نوشتید؟ بله آجام. این چکای شماست؟ بله. این شما را شیاد داشت. شما چکای قبلی رو تحویل خانم بدید. خانم مهاجر، مطلع هستید که از امروز شما طرف حسابیشونید؟ بله حاج آقا. یعنی اگر یکی از این دوتا چک به هر دلیلی وصول نشه، ایشون میتونه علیه شما شکایت کنه. ببخشید آقای قاضی، برادرم کی آزاد میشه؟ الان حکم آزادیش دارم مینویسم براش. خیالت راحت شد. آقا کامبیز، خیلی ممنون. این فقط دعا کن چه کار خواست شد. چیزی شده؟ نه هیچ، بری. کاش که میذاشتی چه کار من خودم میدادم. نه ایشالله نیما که بیاد بیرون حسابشو جمع و جور میکنه و پولو میگیره. چه حرفه میزنی؟ بابا من اینه که میشناسی، اینطوری راحت ترم. حساب حساب. اولا که آقا جون گفت پول تو حساب هست، بعدش هم گفت پول فعلا لازم نداره، به کار خودتون برسید. نگران چی هستی؟ هیچ. بریم دیر میشه. بری. این چی آقا جون؟ علیکم سلام. سلام. این چیه؟ همین الان باید انبار خالی بشه، فردا سفارشات جدید میرسه. قرارمون این نبود آقا جون. شما گفتین جنس ندارین، من گفتم باشه من میخرم بعدا بهم بدین. من همین اصل نیست خودم و فروخو گذاشتم تو این کار.
دفعه اولت نیست که سرت کلا میذارن. بهت گفتم پول میدم بابت بارو خوب، نه جنس بونجل. این چه حرفیه که الان داری به من میزنی آقا جون؟ من به اینا قول پول دادم، روی این پول حساب کردم. نمونه نخایی که آوردی با این نخا زمین تا آسمون توفیر داره. کی مزق؟ البته معلومه دیگه، یکتا خانوم ناظر کیفیتون. زنداشت کاری رو میکنه که من ازش میخوام. احسان، این کارخونه آبرو داره، آبروشم از اعتبار عیارش گرفته. یا این نخای بنجل رو مرجو کن، یا به هر قیمتی که خریدی تو بازار رد کن، یر به یر بشه ضرر ندی. من چجوری تا بعد از اون این رو رد کنم بره؟ وقتی شما پدرمی منو قبول نداری، وای به حال دیگران. پس از پدرت بشنو رد و قبولی آدم ها دست خودشونه. کارخونتون بعد از اومدن یکتا داره میره رو هوا. اول که فرضیم، بعدشم فروخ، الانم نوبت من. دارم روزی رو میبینم که شما نمیبینی. تو حواست به جلو پات باشه. باش. به سلامتی چندومی شکمتون؟ اولیه. چقدر دیر جون میدی؟ بعد الان دوتا بچه داشته باشی. من 8 ماه همه، 3 تا هم خونه نشستم منتظر. به سلامتی. منتظر من نیستن، منتظر اینه. خانم رحیمی بفرمید، نوبت شماست. با اجازه. سلام. سلام، چطورین شما؟ خوب، خسته نباشی. خوش اومده. ممنون. چه خبر ها؟ اوضاع خوبه؟ شما باید بگی. جواب آزمایش رو گرفتین؟ همسر کجان؟ چطور مگه؟ نه چیزی نیست، حال عمومی جفتتون خوبه، طبیعیه، جنین هم رشد طبیعی خودشو داره. ولی خب به هر حال فروخ جان، خانمی مثل شما که رحمش مشکلاتی داره و نمیتونه بچه رو نگه داره و سابقه سقط هم داشته، به یک مراقبت‌های کامل‌تر و دقیق‌تری احتیاج داره. اینه که هم خودت هم همسر توی خونه باید خیلی مراعات بکنید. ما که با هم مشکل نداریم. خودت آره میدونم، منظورم دعوای زن و شوهری نیست. ببین، کیسایی مثل تو مستعد سقط جنین هستن. اینه که کوچکترین بی احتیاطی یا هیجان شدید میتونه برات خطرساز باشه. اطرافیانت هم حتی بیشتر از خودت باید مراعات بکنن. آخه من نمیخوام فعلا کسی چیزی بدونه. نمیدونم، اونو دیگه خودت میدونی. باز یه سری دارو هست برات مینویسم. الان که همه چی خوبه. آره. هنوز به احسان نگفتی؟ نه، مثل شکم نگرانم هنوز، گفتم مطمئن بشم بعد وقت
خدای نکرده مثل اون بار نشه. خدا نکنه. ایشالا که یه بچه خیلی خوشگل تو پل مخواه. بفرمید. خیلی نیزام احسان همش نگران فروختن نخواست دیگه. مشان منتظره بلکه آقا جون بالاخره بهش پول بده. منم که گفتم بهت نصفی از طلاهام فروختم پولشو دادم به احسان. آه بمیرم برات. تو هم داری اینجا رو میگردونی، همه هزینش هم داری از جیبت میدی. نه خب سودم میکنم، از سهم سودت برمیدارم دیگه. ولی به نظرم احسان خیلی زود کند از کار خونه، باید یکم صبر میکرد. به هر حال تو کاسبی یه وقتایی باید 80 تا بدی 20 تا برداری تا به وقتش برعکس بشه ماجرا. والا به لطف یک تا نه تو تونستی بمونی تو کارخونه نه احسان. حرفم میزنه آباشون فقط میگه چشم. تو چرا اومدی بیرون؟ با تو که کاری نداشت. واسه هم زیر دست کسی کار کنم که باعث شده تو رو اخراج کنم؟ دیگه هرچی بود تموم شد. من که دیگه واقعا از دست یکتا ناراحت نیستم. تو هم نباش. چه فرضی؟ حواس پرت شدی یا فراموشکار؟ هر دوش. نه بابا بگو مارم خوشحال کن. کی هست این خوشبخت؟ چه خبره؟ تو هم که همش به فکر خبری. الان نگران این بچه هم بیاد بیرون بگه چه خبره. ولی به نظرم قضیه بچه رو برو امروز به احسان بگو، اونم خوشحالش کن. آقا فرزین جانم یه رفت تشریف میاریم. هنوز نگران احسانی نه؟ باش خودت با آقا جون حرف میزدی. سر قضیه نخا خیلی داره به احسان سخت میگیره. یعنی شما فکر میکنی من حرف نزدم؟ ولی وقتی پای کارخونه میاد وسط آقا جون حرفی هیچ کسی گوش نمیکنه. میدونه ماجرا چیه؟ از وقتی شما گفتی جنس نخا خوب نیست اونم ترسید بره تو خط تولید یه مش پارچه بار مصرف تحویل مردم بدیم آبرو کارخونه بره. من واسه همین دست احسان ناراحته. میدونی چیه؟ احسان سر قضیه فروغ و فرزین هنوز از من ناراحت. ولی من دلم نمیخواد فاصلمون هی بیشتر بشه. من مطمئنم شما هر کاری میتونستی انجام دادی، درستش هم انجام دادی. بالاخره احسانه دیگه، یه روز خوبه، یه روز غر میزنه، یه روز جوش میاره، یه روز خوب میشه. من تایی دلش چیزی نیست. من میرم ماشینو بیارم. باشه. سلام. سلام. او زحمت های مفتی گردن تو. نه بابا خدا رو شکر اومدی بیرون. حالا دیگه باید با خیلی راحت بیفتی دنبال طلبات. برای کارت هم با امیر صحبت کردم، قرار شده با یکی از دوستاش حرف بزنه. واخه چی گفت تو چک بدی؟ یک تا این که پول من نیست، پول کارخونه است. من از امیر خواهش کردم، اونم این لطفو کرد. حالا بهش برمیگردونیم دیگه. این کامبیزه هیچ غلطی نمیتونست بکنه. یه جوری پولشو جور میکردم دیگه. چه جوری؟ از تو زندان؟ بالاخره چی مجبور شد رضایت بده دیگه. باشم قربونت برم، اگه من کلاهبردارم کلاهبرداری کردم. این همه تریلی میره تای دره، یکیشم تریلی من. تریلی تو نه.
تریلی که با پول کامبیز خریدی. بعدش هم اینو بگو، تریلی که بیمه نداشت. چند بار بهت بگم؟ او این لامصب سه روز بیمهش گذاشته بود، یادم رفته بود. حالا سه روز یا هر چی، بالاخره بیمه نداشتی که، فقط خدا رو شکر راننده زنده است. حالا که الان اومدی بیرون باید بیفتیم دنبال این بدهی‌ها. بدهی رو که میدیم که. نمیخواستم به خانواده شوهرت رو بزنه بخاطر من. بابا اینا رو که میشناسی چه جور آدمایین. حالا شده دیگه. کامیزو باید بعد حرف نزد که. نه. درست چه فواس نداره آخه. نه بابا اونم گرفتاره. چکای باباش دست مردمه و آه یاسی چی یادم افتادم. اینو داشته باش. نه بابا نکن. بابا نگاه کن کی داره نگات میکنه. نه. زندان نرفته بودیم که اونم رفتیم. اشکال نداره. ولی اگه حواستو جمع کنی، دفعه بعد دیگه گذرت به اینجا جا نمیفته. میخواستم بگم یه چند روز بمونین ولی دیدم زودتر بره به کارش برسه بهتره. نه دیگه خیلی ممنون. داداشت بنزی کافی به شما زحمت داده. نه بابا این چه حرفیه. خب من یه ذره شما رو تنها بذارم. حالا یه هفته زندان بودی چرا انقدر ناراحت شدی؟ ما تو زندان خون غذا نمیخوردیم تو که خونه بابات بوده چه لاغر شده؟ لاغری من به خاطر غذا نیست، به خاطر حرفه بابامه. همش میگفت نیما رفت زندان سابقه دارشو به زندگی باید بسازم بهتر از قبلی به جون اصل راست بیم. به چیزی رو خراب نکن، نمیخواد بسازی دست درمان چشم بریم؟ سید آقا جونتون راضی کنی؟ نه واسه فروختن نخواهم، حداقل یه هفته زمان میخوام. آقا جون قرار بود بهم پول بده، حالا زده زیرش. 200 تومن کم دارم، یه هفته ای هم برمیگردم. شما که خودتون آقای مهندس تاجیکو بهتر من میشناسید، هر شب همه حسابا رو چک میکنه، اگه یه قرون کم باشه من با جواب پس بدم. ضمن اینکه حسابمون خالیه، این هفته یه عالمه چک پاس کردیم. صبح من 150 تومن ریختم به حساب خانم مهاجر. یک تا 150 تومن واسه چیشه؟ والا من نمیتونم، من حساب دارم. امیرخان دستور دادم منم اجرا کردم. پس فقط منم که نامحرمم. به کسی نگی چیزی به من گفتی. چشم.
آقا جون نمیدونم چطوری ازتون تشکر کنم. تو این وضعیت مالی کارخونه واقعا به دادمون رسیدیم. کارخونه امروز رو زیاد به خودش دیده. وام که بیاد همه چی جون میگیره. ایشالله. فقط باید مواظب آدم ها باشیم. یا آقا جون به تسبیحات رحم نمی کنی، لااقل به پسرات رحم کن. رحم کردن و نکردن من راه به جایی نمیبره. چند تاست؟ آقا این شد 32 تا، یکیش که پیدا نمیکنم. یکیش خودم پیدا میکنم. باش. راستی فاکتورای امروز رو چک کردی؟ آقا جون قرار بود دیگه تو جزئیات خودتون رو نگران نکنی. به خدا همه چی روبرای، چرا انقدر نگرانی؟ نگران نیستم، فقط طبق عادت یه چیزی گفتم دیگه. ای به چشم، اونم چک میکنم خیالتون راحت باشه. میگم آقا جون بهتر نبود خودمون نخواهی حسان میخریدیم؟ تو حساب موجودی هست دیگه؟ آره آره موجودی هست. نه اینکه استفاده کنیم، اینجوری حداقل فکر نمیکرد ما پشتش نیستیم. الان یه وقت دستش خالیه. منم موافقم. اون وقت اینجوری نمیفهمید اشتباه کرده. نگران دست خالیش نباش، من حواسم بهش هست. عجله نکن برمیگرده. فقط آقا جون اینطوری احساس نکنه فرقی بین احسان و امیر گذاشتین. خودتون که میدونین چی میگم، این قضیه رو جایی تعریف کنه سوء تفاهم پیش میاد. بالاخره یه فرقی بین عاقل و نادون هست یا نه؟ بذار نادون هر فکری میخواد بکنه. شما بریم به کارتون برسیم. امشب یادتون نره به احسانم یادآوری کنین. چشم بود. چشم. پنجشنبه است دیگه. ها باشه، پس من به احسان میگم. خدافظ. حاج آقا یه لحظه. حاج آقا یه لحظه شما حرف منو گوش کن. قربونت برم. قرار بود امروز به من پول بدن، زدن زیر حرفشون ندادن. الله من یه هفته شما مهلت میخوام، چه که من رو برگشت نزن. من یه هفته دیگه واسه پول جور میکنم هر طور شده. آره قربونه برم. دست درد نکنه. احمد این در رو باز کن. چاکرت هم هستم. چه نخوا فرق میکرد واقعا؟ قبلان هم که ازش گرفته بودی؟ همین دیگه، من که همون نخو خریدم. اگه مزخرف باشه مقصرش یکتا خانومه، اون بوده که تایید کرده. حالا داره حرفش عوض میکن. میخوای مرجو کنی؟ بچه شدی، هر طور شده باید یه مشتری پیدا کنم آبشون کنم بره. میسپارم برات. حالا تو چرا نقا پریشونی؟ فعلا اگه میتونی یه نفر پیدا کن یه انبار خالی داشته باشه، یه چند روز نخوره بذاریم اونجا. ترجیحاً پولم نخواد. اونم میسپارم برات. نگران چکت هم نباش. که آوردی من بهت میدم. باشه. به نظرم فعلا هم چیزی به دروغ نگو. چطوری نگم؟ نصف پولمون داده. آره میدونم، دیگه میشناسی اخلاقشو دیگه، زود عصبی میشه. حالا دو سه روز صبر میکنه شاید حل شد. آدم هر چیزی که به زنش نمیگه داداش. بریم احسان جان. نه دیگه شام بمونیم همینجا. منم زنگ میزنم یه رستوران دیگه براتون غذا بیارم. ما خودمون میخوایم بریم یه رستوران خوب. دلت بسوزه. خوش باشی. تو میدونی فرزین با کی در تماسه؟ از کجا بدونم؟ چطور؟ همینجوری کنجکاوی.
چیزی شده؟ نه اصلا. چک باز شد؟ تو دو سه روزی که پولش جور میشه، زنگ زدم مهلت گرفت. نکنه آقا جون پول نده. نگران نباش. بگم شام بریم با هم بیرون مهمونه. من ترسیدم. شام چه خبر؟ هیچی، همینجوری یادم اون وقتا. امروز پنجشنبه است، امشب باید بریم خونه آقا جون. اینا حالا یه امشب رو نریم، نمیشه؟ میدونی که نمیشه. بله معلومه که نمیشه، دور همیای خونه آقا جون مگه میشه که نریم؟ فروزا تو رو خدا دوباره شروع نکن. بابا احسان من خسته شدم. این آقا جونت همش داره به ما کنایه میزنه جلوی این امیر و یکتا، همش داره ما رو تحقیر میکنه. آقا جون اگه مشکلی داشته باشه با منه، کسی به تو چیزی نگفته فروخ. وقتی کسی به تو توهین کنه انگار به من توهین کرده، چه حرفی میزنه؟ بازم همون بحثای همیشگی بی نتیجه. من خودم هم دل و دماغ ندارم. میریم یه شام میخوریم و برمیگردیم مثل همیشه. خواستم یه چیزی بهت بگم یادم میرم. خوبه امسال سالگرد فوت مامانت، من و فروغم بیایم. چی هر سال شما مردونه میرین؟ آقا جونی که میشناسی نمیخواد مزاحم عروساش بشه، مخصوصا عروس عزیز دردونش. تو رو خدا شوخیشم نکن، حساسیت ایجاد میشه. حساسیت ایجاد شده، چیو نگم دیگه؟ میگم امیر فقط حواست باشه امشب آقا جون این جریان نخ و پول و اینا رو جلو احسان اینا یه وقت کشدار نکنه. چشم. یه چیز دیگه. دیگه؟ نه هیچی اصلا نمیگم. باشه نه. امیر خیلی بد جنسی. تو که شوخیه من میشناسی، حرفتو بزن. میگم فردا شب زود بیا خونه. میتونم دلیلشو بپرسم؟ نه دیگه. چشم. دیر شد برم. خوبه؟ بسه ببینم. شما زیباترین، مهربونترین، عزیزترین، باوقارترین، نفسترین همسر دنیای. خوشم میاد هر دفعه یه دونم میذاری روش. الان کدوم اضافه کردم؟ نفسترین. خوشم میاد حواست هست. من اینا جمع کنم. ماشین داشت قرمز، از این شاسی بلند ها جلوش گارد داشت و اینا. میگن ماشین آفرود. سرد شد. خب یه اینجی یعنی میرن باش خارج از جاده. یه باشه فکر کن کنیم باقی میکنم. میتونم قرمز باید این روزو بعدا بعد از شد. Thank you.
مشتری واسه نخوا پیدا کردی؟ میگم آقا جون میخوایم بعد شام صحبت کنیم. مشتری برای نخوا؟ فردا یه نفر قراره بیاد ببینه. نخوا که مال کارخونه است. تو غذا تو جمع کن وسط بشقا. وسط دیگه. خوزون برنجا خالی نخوری. حرفای مهمتر دارم. میخوام تکلیف یه چیزایی رو روشن کنم. چه عجله ای آقا جان؟ عجله دارم. خیلی ها کمک کردن که کارخونه پا بگیره که الان بین ما نیستن، از جمله مادرتون. خدا رحمتشون کنه. من میخوام هرچی اختلاف و کدورت بینتونه حل بشه، با هم حرف بزنیم. فرو با یکتا، یکتا با احسان، احسان با امیر. هر کی با هر کی مشکل داره حرف بزنه. توی خانواده اختلاف معنی نداره. شما پله همین. هر کی اشتباه کرد باید تونشو بده، هر کی موفق بود باید پاداش بگیره. و اما حرف اصلی، یکتا از همه تون متخصص داره. تو دو تا چیز حرفش برام سنده. یک، کیفیت که تخصصش داره. دوم، به کارگرا مربوط میشه چون خوب میشناستشون. تو این دو تا چیز تو کارخونه میخوام حرف یکتا باشه. دقت کردی؟ ببخشید آقا جون، فعلاً که یک سال کارخونه به گل نشسته. رکود بازار مال همه است، ربطی به مدیریت نداره. چطور وقتی داداشم فرزین بود رکود نبود؟ چرا الان رستوران خودش رکود نداره؟ بس فروغ، شما جای پدر نداشته. من خیلی هم دوستتون دارم. کارخونه مال خودتون، هر جو دلتون میخواد ادارش کنی، من کار ندارم. ولی نمیذارم شوهر من تأخیر بشه. تو اگه زنشی من پدرشم. من دلسوزانه تنبیهش نکنم غریبه بیرحمانه نابودش میکنه. ببخشید، منظورتون از غریبه داداش من فرزینه؟ احسان باشو. فروغ جون کجا؟ بشین. بفرمایید. بشین. میگم تقصیر من شد.
تقصیر تو چی بود این وسط؟ اگه از نخواشی راد نمیگرفتم این همه دعوا مرافعه را نمیافتاد. فکر کردی همینطوری یهو اومدی شدی مدیر؟ همه این سالا حواسم بهت بوده. میدونم چقدر کارت برات ارزش داره. غیر از این بود؟ دلم قرص نبود به تو و امیر. همیشه پای کاری که میدونی درست وایس. آقا جون چرا من؟ تو بخشی از تاریخ این کارخونه ای. درسش خوندی، سوادش داری، حرام و حلال میدونی، رو پای ایستادن بلدی، چیزی زمینت نمیزنه. از همه مهمتر احساسات تو کنترل میکنی، مهار میکنی. ولی امیر اینطور نیست. امیر عاشق برادرش، برای همین نمیتونه یه مدیر خوب باشه. اما یه ستون واسط پاک و رو راست. اگه شما دوتا بچسبیم به این کارخونه، من خیالم از این دنیا و اون دنیا راحت. احسان زنشم خوبن، اما روحشون بزرگ نیست. اول خودشون اذیت میکنن، بعد دیگرانو. البته سهم الارثشون محفوظه. آقا جون اینجوری حرف میزنین آدم میترسه. یه قولی بهم بده. چه قولی؟ هر اتفاقی برای من افتاد، میخوام این خانواده و این کارخونه همینطوری که هست حفظ بشی. یعنی تو حفظش کنی. خانواده که خب خانواده است، به ترتیبی حفظ میشه. اما کارخونه جاییه که کلی کارگر ازش نون میخورن. تعطیلیش یعنی سفره خالی 200-300 تا خانواده. سفره خالی هم که میدونی دین و ایمون نمیشناس. قول بده. قول میدم. Thank you.
آقا مبارکی. بله. یه جوری بچینی همش داشا. احسان جان. قربونت برم. بیا رو بیا. این چه کاری تو داری می‌کنی آخه برادر من؟ من با آقا جون صحبت می‌کنم. رازیش می‌کنم نخواد اینجا باشه تا مشتری پیدا شه. زحمت نکش. خودم دوست آشنا زیاد دارم. تو که آقا جون رو می‌شناسی. تو عصبانیت یه چیزی میگه بعد پشیمون میشه دیگه. مشکل من آقا جون نیست. پای یک تو رو وسط نکشه. اون هیچ کار است. هیچ کار است؟ باش. آره هیچ کار است. دمت گرم. بابا لج نکن دیگه. اه. آدرسی که بلدی شما بریم من میام. یه دقیقه باشین من بهشون زنگ بزنم. اینجوری که نمیشه که. چشم. خودتون اومدم ببخش. مرسی شما بفرمایید. سلام. اینجا چی کار میکنی؟ چی شده؟ باز با مامان دعواتون شده؟ این بار سر چی؟ هزار دفعه نگفتم بهت با مامان بحث نکن؟ نمیگی اون زن بیچاره خسته و کوفته از سر کار میاد باید با تو دهن به دهن بشه؟ الان نگفتی تنهاش گذاشتی یه اتفاقی براش بیفته؟ به خدا تنها نیست. حمیده اومد پیشش مون. پس نیما؟ نیما یه ساعت اومد خونه بعد رفت تبریز. تبریز رفت چیکار؟ نمیدونم. گفت یه 15 میلیون پول طلب داره واسه چکی که تو به جاش دادی. میخواد بره پول جمع کنه. همان از دست این نیما. باشه باشه میفرستم برات. آره دیگه بارنامه‌شو واسه میفرستم. قربانت خداحافظ. به به. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. رسیدم بخیر. مرسی. تنها تشریف آوردین؟ بله. ای بابا چرا؟ مادر چطورن؟ خوبن؟ خوبن سلام. مرسی. خب خدا رو شکر. پس چرا اینجا وایسادین؟ میریم دیگه الان. تو برو دم ماشین من برم بالا کیفمو بردارم بریم. سر رو تو هارم بردارم بریم خونه. من خودم هستم. خدافظ. خدافظ. یه چی بابا دل خوش رفتی؟ موش نمی کنه که میدونی که کله شقه. من که رفتم دیگه هم پای سرمو نگاه نمی کنم. فقط میخواستم بگم مادری یادم نمیاد چون مادری نداشتم که واسم مادری کنه. از حالا به بعدم پدری یادم نمیاد چون ندیدم واسم پدری کنی. احسان بذار تو یخچال. به خدا اگه میدونستم بیام اینجا میافتم به کارگری یا برمیگشتم خونه آشتی میکردم. ماما ماما این از قول خودت بده به بابا باشه؟ ای بابا یادش رفته باشه چی؟ مهم اینه که ما یادمونه. اون چیه؟ اینم اگه شما اجازه بدین من بدم به بابا. اجازه میدم. آفرین ماما قربونت برم.
نه دیگه کارم تموم شده. اونا هم رسید کردم خیلیت راحت بشه. نه دیگه آقا جون صبر کنم. باش خلاص. آقا جنسای جدیدم تو انبار جایگیر شدن، فاکتوراش هم اینجاست. بریم که یک تا کشت من اینقدر زنگ زد. آقا جون. آقا جون. آقا بود برم. چه رنگت پرده؟ نورایی! باشو باشو برم دکتر. باشو. احسان. احسان چی؟ احسان چرا اینجوری میکنه؟ آقا جون احسانو ولش کن. نورایی کجایی پر؟ یا حضرت عباس من زنگ بزنم اورژانس ها اینجوری دیر میشه ماشین سردک بخورم میبرمش. باشه آقا جون باشه 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 امیرخان بیمارستان نوریان هم آشناس هم نه هست چی کار داری میکنی احمد؟ با در رو ببند باری یک قسم رو برمیم نمیخواد در رو ببند الو سلام سلام آقا فرزی خوبین شما؟ من خوبم شما چطوری؟ ممنونم مرسی من از عصری چند بار تماس گرفتم ای وای ببخشید سرم خیلی شلوغ بود نه خواهش میکنم فقط میخواستم بگم من رسیدم تهران چقدر عالی کجا رفتین حالا؟ اومدم خونه آبجی یکتا دیگه همه چی خوبه اونجا؟ بله پس به زودی میبینمت باشه خدافظ خدافظ موضوع قرونت برما با من حرف بزن حالت بهتره؟ حالت خوبه؟ صرف کن یه خورت تحمل کنم برسیم چیزی نیست یه خورت تحمل کنم برمز برم آروم باش چیزی نیست آقا جون منم میرسیم قربونت برم تا ها منتظرته تو که تارو دوست داری دوره سرت بگردم یه خورت تحمل بیار یه خورت تحمل بیار الان میرسیم عزیزم الان میدازم از بیراهه میریم بیمارستان نوریان همه هنگه ببخشید آی سی طبقه چنده؟ آی سی طبقه پنجمه. Thank you.
رو نمیتونید بری داخل. همسرمه. میدونم عزیزم، ولی بعد عمل بشه. چرا انقدر دیر به ما خبر دادی؟ ما تا صبح همه جا رو دنبالش کردیم. عزیزم من اطلاعی ندارم. خانم خواهش می‌کنم بفرمایید. من فقط بدونم حالش خوبه یا نه. ببینید همه چی به همراهشون گفتم. لطف کنید بیرون منتظر بشید. خواهش می‌کنم بفرمایید. ای وای. وقتی آوردنش بیهوش. چی شده؟ دیشب خلا آقا جون بد میشه، امیر میخواد بیارتش بیمارستان که لاستیک ماشین میترکه. امیر همیشه آروم رانندگی میکنه، فکر نکنم چیزیشون شده باشه. میگن از جاده خارج شدن رفتن تو خاکی، شبم بوده کسی نیدتشون، صبح پیداشون کردن. بلای سر امیر اومده. پشت فرمون بوده، مثل این که آسیب بیشتری دیده، حالا خونریزی داخلی کرده، مجبور شدن عملش کنه. خب بعد میبردنش یه بیمارستان بهتر. یا حالا اینجا نزدیک بوده، ریسکش کمتر بوده یا آوردن اینجا. یک تا خانم، اگه یه وقت کاری کمکی چیزی از دست من برمیاد، من دریغ نمی کنم. در خدمتون هستم. نه نذاشتم خبر به گوش کارگر رو برسه. جلسه های امروز هم کنسل کردم خانم. فقط میمونه یه سری نامه و امضا که حتما خودتون باز تشریف بیارید. بله، بر چشم خانم، خیلتون راحت. راست خانم مهندس، اگه پول نیازه بدم بچه ها براتون بیارم. پس بی زحمت بی خبرم نذاریم. بله بله، چشم، حتما. خداحافظ شما. آدم شدی؟ آدمی بابا. آدم نیستی، اگرم هستی آدم احمقی هستی. آنوری به خودت فکر نمی کنی؟ به فکر بقیه هم نیستی؟ من آوردم اینجا یه لقمه نون ببری، نه اینکه نون منم آجر بکنی. آنوری نگران چی هستی؟ به خدا من خیلی وقت همه چی رو بوسیدم گذاشتم کنار. مسخرف نگو، داری مثل سگ دروغ میگی. اگه یه نفر راپورتو تو بده پای منم گیره احمق. آنوری
چی شده؟ تو اینجا چیکار می‌کنی؟ آقا جون چطور زنده است؟ کی بهت گفت؟ احسان بهم گفت. چه دیوانه ای نمیدونه با این حالت نباید چیزی به تو بگه؟ من بهش نگفتم. شب جر بحثمون شد. چه؟ بریم اونوره. رنگشو نگاه کن. بابا بگو خوبن یا چطوره؟ یک تا هم اینجاست؟ خواهی چیزی بگیرم برات؟ نه. چجوری حالشون؟ الو سلام آبجوی. چی شد؟ وای نه. یعنی چی آخه؟ خیلی خوب. من الان میام اونجا. الان میپوشم میام اونجا. آره. الان دارم میام دیگه. سلام خاله. یه لحظه پاش. سلام خاله جون. چرا اینقدر پا شدی؟ مامان چرا بیدارم نکرد؟ مامان رفته بیرون. بابام کو؟ بابام رفته. گریه کردی؟ نه خاله گریه واسه چی؟ چشات قرمز علکی میگی. الو بهت زنگ میزنم. خبری نشد. هنوز عملشون تمام نشده. از چرا قد طول کشید؟ باید بازم منتظر بمونید. ببخشید. تا شنیدم اومدم. ممنون لطف کردی. چطور بود؟ شما میدونی؟ کی به هوش میاد؟ خانم حالش چطوره؟ اجازه بدین سری بردارم آی سی. میگم خوب میشه. خانم عزیزم بفرمایید من هر سال لین از دکتر بپرسیم. چیکار کنم؟ تو باید با دکترش حرف بزن من همینجا هستم. برو. آقای دکتر وضعیتش چطوره؟ ما هر کاری میتونستیم براش انجام بدیم. جلو خونریزی رو هم گرفتیم. ولی راجع بیمار شما نمیشه با قطعیت نظر داد. چرا؟ امیدوارم که توی کما نره. البته تو الان خیلی خوب مقاومت کرده. اگر این 24 ساعت آینده هم وضعیتش ثابت بمونه میشه گفت که دیگه از مرحله خطر عبور کرده.
ویکتور جون یه دقیقه بیکارت دارم. من که اینجا کاری از دستم بر نمیاد. میخوای برم یه سر به تاها و یلدا بزنم؟ آره اتفاقا خودم اصلا حواسم نبود بهت بگم، ممنون میشم، اینطوری خیال خودم هم راحت تر. نه خواهش میکنم. بعدش هم این که اینقدر نگران نباش، ما کنارتیم. اگه کاری داشتی حتما به من بگو، احسانم که اینجا پیشت میمونه که تنها نباشی. ممنون. فقط فروغ جان خواستم بگم وقت تاها سوالی چیزی کرد نمیخوام چیزی بدونه. نه خیالت راحت باشه، حتما حتما. خلاصه این که همین، ما کنارت یکر. خیلی خب فعلا خدافظ. خوبی احسان؟ بد نیستم. نه حداقل بشین یه جا اینجوری راحته. گفتم یه سر برم پیشت یلدا و تاها. ها باش. احسان احسان من خیلی دوستت دارم، خیلی. ها گاهی همین خیلیه باعث گرفتاری میشه، میام ازت چه میدونم دفاع کنم، بعد همه چیزو میزنم خراب کنم. ایشالا آقا جون و امیر حالشون خوب میشه، یه شب دعوتشون میکنیم خونه، خودم از دلشون در میرم. من باید خیلی احمق باشم که بخوام بین تو و خانوادت بایزم، چون میدونم من میبازم. همین. خدا حافظه باشه. موضوع خود باشه. خدا. سلام. امیر چطوره؟ نمیدونم مهندس تو چی گفت. اینجوری ساکت میشینی معلومه خیلی فکرت مشغوله. میرم بیمارستان حالم گرفته میشه، یاد بابا میافتم. طفلی بعد تو تنهایی مرد. تنها نبود که، تو پیشش بودی. اون که نمیفهمید من پیششم. وقتی نفهمی کسی کناره تو انگار تنهایی دیگه. نه معلومه که خیلی بحثتون جدی بوده، حتی حاضر نشدی بهش بگی که داره بابا میشه. چی بگم؟ خدا شاهده که من هیچ جوری نمیخوام که خار تو پای آقا جون یا امیر بره. ولی اصلا نمیفهمم برای چی آقا جون میخواد سهم بده از کار خونه به یکتا، میخواد مدیر عاملش کنه. وصیت کرده؟ وصیت برشی بکنه. خب تو زنده است این کارو میکنه. حالا اصلا گفتنش درست نیست، زبونم لال. اگه الان تو این موقعیت یه بلایی سر آقا جون بیاد، اصلا معلوم نیست تکلیف کارخونه چی میشه. اونم الان که یک تا همه کاره است. البته خدا نیاره، خدا ببخشه، زبونم لال. ایشالا همه چی به خیر بگذره.
نگران هیچ چیز فروغ جان خسته ای میدونم میشه یه ساعت موندی بعد بری خونه خیلی تو الان یه وظیفه بیشتر نداری یا اول اینکه منو دایی کنی بعد خودت مامان شی تو هم برو پیش احسان طفلی خیلی ناراحته تنهاش نذار نگران نباش خدافظ بابا آقا فرزین چه عجب یادی از ما کردین سلام علیکو یه آشنایی داشتی تو بیمارستان یه مدت واسه زنش دارو می آوردم هنوزم هست اخوان اتفاقا همین دیشب به آقا امیر گفتم بره همون بیمارستان نوریان که اخوان توشه عجب دنیاییه بله کدوم بخشه بایگانی باش خداحافظ خب الان من باید بهت دیکته بگم آره خب همه رو بلدی از هر جو دلم بخواد میتونم بگم آره باش خب بنویس روزی روزگاری مردی زندگی میکرد که دروغگو بود خطت هم خوبه؟ زیاد حوصله نداری؟ ها؟ نه، دلم میخواد نقاشی بکشم اصلا حوصله بیا اصلا حرف بزنی، ها؟ حرفم حوصله نداری؟ خوشحالی داری میری مدرسه؟ از مدرسه خوشت میاد؟ نه داری سواددار میشی الان ببین الان تو اصلا میتونی اینا رو بخونی من میخوام رساله همون جمع کنم بدم تو اتاق نقاشی رو بکشم بیای کمکت کنم اگه یه وقت کاری داشتی به من بگو خب باشه نوشتی خال آفرد خوش اومدین فرو خانم ممنون چایتونو بذارم اینجا یا هر جا دوست داری بذار میگم یا اینجایی که راحتیم بشینیم نه فرقی نمی کنه شب سالگرد عروسیشون بود چه شب بدی بود هزار جا زنگ زدیم یک تا هرچی کلانتری و بیمارستان بود و گشت ما هم تا صبح نخوابیدیم یک تا که به احسان زنگ زد با برادرم رفتن دنبالشون منم که مرتب زنگ میزدم خبر میگرفتم دستتون درد نکنه زحمت کشید ازم ناسلامتی من عروس حاجی اما احسانم پسرشه زحمت نیست وظیفه بود
خدا خودش کمک میکنه. این همه احسان به آقا جون گفتی ماشین رو عوض کن، قبول نکرد. گفت همزمان با تولد امیر گرفته، نمیخواد عوضش کنه. خب اینم آخرش. اتفاق دیگه میفته. اتفاق چیه؟ همه چی دست خود آدمه. بله درست میگه فروغ خانم. چه زعفرون دم کردی؟ آخه گفتم دیشب بی خواب شدین سرحالتون بیاره. دوست نداری؟ ببخشید اگه دوست ندارین براتون عوضش میکنم. نه بفرمین. آخه قبلا دوست داشتین چای زعفرون. الان دوست ندارم. من برم دیگه. به این زودی؟ کاش یکم بیشتر پیش ما میموندی. من و تاها هم تنهایی. نه باید برم دیره. یه یک بچه رو تنها نذاری. جایی خواستی بری حتما بگو. چشم خیالتون راحت باشه. خودم میام. الو همه چی آماده هست؟ این محمودی ها رو مهموناش حساسه. نه میخوام همه چیز مرتب باشه. خب بهشون بگو رفیق منی. ببین سعید 5 میلیون آماده کن تا چند ساعت دیگه. شاید بگم بزنی به یه حساب دیگه ای. فعلا. سلام. سلام. میبخشید با آقای اخوان کار داشتم. امرتون. از دوستانشون هستم با خودشون کار داشتم. امروز اینجا نیستن ولی تو بیمارستانم. کجا میتونم ببینمشون؟ اگه تو آزمایشگاه نبودن تشریف ببرین اتاق 202. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. اینجایی می غیر اینجا جایی دارم برم. همه چون عین هم بود. حالا قیافه همون هم شبیه هم شد. دوتایی با هم میریم مو میکاریم. برای من که مثل همیشه ای. پس چشات هم باید عمل کنی. میشه یه قولی بهم بدی؟ این آخرین بار باشه. حالا که داریم نتیجه میگیریم. گوش کن من. تو گوش کن. حاضرم تا آخر عمر نداری زندگی کنم، دردت بجونم، تو کنارم باشی. تو به اندازه کافی هم که نمیخوام بیشتر از این زیر بار قرض داری. حالا برمیگردم. بفرمایید. سلام. سلام. به جا آوردین؟ آقا فرزین؟ قربان شما. مخلصم. در خدمتم. بله هم مختشم. سلام. خواهش بکنم.
آقای تاجیک. سلام، من اخوان هستم، پسرخاله آقای نورایی که تو کارخونه پدرتون کار میکنم. بله بفرم. بابت اتفاقی که افتاده واقعا متاسفم. من تو بایگانی همین بیمارستان مشغولم، تو این چند روز مرخصی هم ولی کامل تو بیمارستان هستم. لطفاً هر کاری داشتید منو در جریان قرار بدید. خیلی ممنون. این شماره منه، خوشحال میشم کاری ازم برگیرید. خیلی ممنون قربانت. آقای اخوان، من میتونم همسرمو ببینم؟ فکر نکنم موافقت کنه. فقط برای چند دقیقه خواهش میکنم. بذارم ببینم چه کارو میتونم بکنم. بایدست. کار داری؟ نه. بریم با هم یه چیزی بخوریم. تحملشو ندارم، تحمل از دست دادنشو ندارم. چه تحملشو داشته باشی چه نداشته باشی، اتفاقی که بخواد بیفته میفته. پس تقدیر تو قبول کن، اینطوری راحت تر باش کنار میری. خدا حواسش به من و تو هست. خدا تا شرطو واسه آدم جور نکنه کسی رو نمیبره. منم که شرطشو ندارم. ولی جفتشون برمیگردن. هم آقا جون هم امیر. نه. تو کم سختی نکشیدی یک تا. اینم یکیش. تو یادت رفته اون زیر زمین نموره؟ با ماهی 50,000 تومان زندگی میکردی؟ تو یادت رفته کارتو با کارگری از همین کارخونه شروع کردی؟ تو خوشبختی یکتا، میگذره این روزا، دردات موقتی هن. من چی بگم که دردام دائمی هن؟ قوی باش، قوی باش و دعا کن میگذره. بگذره داشتم دو بارتون میگشتم، یه بخش معطل شدیم. همین الان اجازه دادن یه چند دقیقی تشریف برن اتون. خیلی ممنون.
جان امیر جانم، دیشب سالگرد ازدواجمون بود، تو بالاخره یادت رفت بعد از 10 سال. ولی من یادم بود کیک خریدم، چه کیکی باید بدیم. خونه منتظرتی، من و تو با یه کیک که باید ستایی ببریمش. تو رو با هم میخواد باشو، برگرد برگرد امیر. ببخشید خانم، میشه لطف کنید برید بیرون؟ من باید به بیمارتون رسیدگی کنم. میدونم سخته ولی لطف کنید برید بیرون. متشکرم. امیر جان زود برگرد، به خاطر تو